را می شود حس کرد. اجازه بدید که درودی داشته باشم به مهمان برنامه که بسیار برای همه ما عزیز است، می داند چه می گوید، می خواند آنچه را که می خواهد و بر اساس نوشته ها و آورها و آنچه که کهن ادب ما به آن فرصت داده سخن می گوید. تنها انشا نمی گوید. من خیلی دشوارم با کسایی که فقط انشا می نویسن صحبت کنم. خانم دکتر ماندانا زندیان، نوروزتون فرخنده و خجسته باد. سپاسگزارم. نوروز شما هم فرخنده باشه. نوروز بر همه انسان‌هایی که در این جهان نوروز رو جشن می‌گیرن فرخنده باشه. همونطور که شما در مقدمتون می‌گفتید و من گوش می‌کردم و لذت می‌بردم، نوروز یکی از به نظر من نیرومندترین دلایل، شاید حتی نیرومندترین دلیل کنار هم ماندن همه انسان‌هایی است که این آیین رو فرخنده می‌دونن. ما ایرانیان، دوستان ما در تاجیکستان، در جمهوری آذربایجان، در افغانستان، حالا درباره خودمون، خب من طبیعتاً بیشتر میتونم صحبت کنم. ما ایرانی ها با هر نظام ارزشی، با هر باور سیاسی، هر باور مذهبی، هر پیشینه‌ای، هر نسلی که بهش تعلق داریم، و این اواخر که حالا یکی از دلایل جدا شدن ها هم این هست که داخل ایران زندگی میکنیم یا بیرون از ایران، تنها زمانی که همه اینها میره کنار و مثل یک تعداد بیرون از شمار دستی که همه میان روی هم قرار میگیرن و همه ما کنار هم میستیم، این ایام نوروز و عیده. و به همین دلیل به نظر من یک فرخندگی ویژه و یگانه‌ای داره و شادباشش هزار بار شادتر از شادباش آیین‌های دیگر ماست. من این رو از صمیم قلب میگم. شادمانم که شما اینجا هستید. خیلی ممنونم. ممنون به من این فرصت رو دادید سر این سفره زیبای شما باشم با هموطنانمون در جاهایی که متاسفانه نمیتونیم حضور فیزیکی داشته باشیم، ولی این کمک میشه که فکر کنیم همه کنار همیم. ما در کنار یک سفره بزرگ جهان نشستیم. درسته. و طبیعتی است که جهان رو و بهار رو آورده و نوروز رمز ماندگاری ایرانی ها، روز نخست این بهار. کاملا موافقم. خب ما با شعر آغاز کردیم و سرزمینمون ایران رو بهش با این موسیقی و این شعر، موسیقی بسیار زیبا، شعر زیبایی. من این شعر اخوان ثالث رو بسیار دوست دارم. چقدر خوشحال شدم، نمیدونستم، خیلی غافلگیر شدم که اینطوری شد. شعر بسیار غنی است، فوق العاده زیباست. میتونم بهتون یه چیز بگم؟ من تا به حال نشده که این شعر رو بشنوم و بغض نکنم. حق دارید. من الانم میبینم هم در چشمای شما اشک حلقه زده و کاملا میفهمم. یکی از زیبایی های این شعر این هست که در همینطور که ادامه پیدا میکنه، اقوام مختلف رو هم وارد شعر میکنه. در گوشه های مختلف کشور نوروز رو به همه تبریک میگه، زبان های مختلفی رو که اقوام صحبت میکنن. شعر فوق العاده زیبا و فکر شده است. پشتش یک اندیشه انسانی وجود داره. و برای تمام آنهایی که در کنار ما نیستن و جانشون رو در به خاطر آزادی، به خاطر ما از دست دادن تا آزادی باشد، به اونها هم یاد درسته. میکنه. خب برویم مثلا نوروز و بهار، این دو واژه در شعر ایران همواره وجود داره، هست، زنده است، ولی جا به جا میشه. درسته. یک روز این حس بر نوروز حسی است طبیعی بر اساس تاریخ و زمانه و وجود آدمهای مهربان و یا مستبد، خودخواه و یا هم‌اندیش. همواره این شعرها جابجا شده و شخصیت واژگانی نوروز و بهار جابجا و غنی‌تر شده، تسلیم شده، فشار اومده، شکوفا شده، باز شده. از کی این بار اجتماعی که نوروز توانسته با خودش بیاره همراه شعر ما شده؟ بر روی شعر ما آمده بود که به وصف طبیعت بپردازه، ولی آمد که بیان حال انسان باشه در راه آزادی، در راه مسائل اجتماعی، در راه پیوند ما با یک دیگه. درسته. من با صحبتی که شما میکنید در کلیت خودش کاملا موافقم، چون خود من هم حالا به عنوان یک دید شخصی
ادبیات رو و شعر رو که خودم به طور مشخص در این زمینه کار میکنم هیچ وقت نتونستم از مسائل پیرامونم جدا ببینم و فکر میکنم که بین شعر فارسی و شرایط اجتماعی ما همیشه یک داد و ستدی وجود داره. همچنان که شعر ما بهره میگیره از شرایطی که وجود داره، حالا ممکنه تلخ باشه این بهرهی که میبره، ولی به هر حال بسته به این که در چه دوره ای داره ساخته میشه، همون رو میتونه به اجتماع هم بده. یعنی خیلی جاها به نظر من شعر ما، شعر به خصوص در فرهنگ ایران، شعر فارسی خیلی جلوتر از سیاست حرکت کرده، حرفهایی رو زده که شاید کوشندگان سیاسی نمیتونستن خیلی راحت بیان کنن. حالا در پاسخ مشخصتر به پرسش شما، بله، نوروز و بهار، و من اجازه میخوام یک نماد دیگر رو هم به این دو اضافه کنم و اون بلبل یا مرغ سحره که با اینها هم بی ارتباط نیست همونطور که میدونیم. اینها و نمادهای دیگر البته، ولی حالا موضوع صحبت ما نوروزه، اینها نمادهایی هستن که همونطور که شما توضیح دادید از زمانی که شعر فارسی رو ما میشناسیم به اون معنی که امروز ما بهش میگیم شعر فارسی، یعنی از زمان رودکی تا به امروز همیشه در شعر ما حاضر بودن و نه تنها حاضر بودن، حضورشون پررنگتر هم شده. فقط همونطور که شما میگید بسته به این که در چه زمانی وارد شعر میشن یک بار معنایی و مفهومی متفاوتی رو منتقل میکنن و به نظر من دلیل پایداری و پایندگیشون هم همینه. یعنی این ظرفیت رو دارن که همراه شرایط اجتماعی تغییراتی رو که داره ایجاد میشه مثل هر پدیده زنده و پویای دیگه پذیرا باشن. شما وقتی بتونید تغییر رو درک کنید و پذیرا بشید و خودتون هم رشد کنید باهاش، پایدار میشید، در غیر این صورت حذف میشید. نوروز و بهار و مرغ سحر جزو اون نمادهایی هستن که این ظرفیت بی نهایت رو به نظر من داشتن که این رشد رو بکنن، پویا باشن و یک فرایندی رو طی کنن. اگر اجازه بدید من چند تا مثال میتونم بزنم که صحبتم رو روشن‌تر کنم. مثلا مرغ سحر. مرغ سحر که همون بلبله، یک پرنده ظریف کوچکی است که در ادبیات کلاسیک ما نمادی از یک عاشق بیقراره که تمام عمرش منتظره تا بهار بشه و گل سرخ بشکفه و این برای گل سرخ غزل سرایی کنه و همیشه هم ناراحت از این که خب طول عمر گل به قول سعدی همین 5 روز و 6 باشد. در نتیجه بلبل دوباره شروع میکنه به بیقراریش، که مثلا ما در شعری نمونه که الان به ذهن من میاد، مثلا سعدی در یک شعری داره که او رو به آرام فرا میخوانه، میگه ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، که این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. و این خیلی تکرار شده، هممون میدونی مرغ سحر در شعر خیلی ها بوده در ادبیات کلاسیک ما. از زمانی که همونطور که شما توضیح دادید یک مقداری به من، خیلی اصطلاح شما رو دوست دارم، بار اجتماعی به این به دوش اینها گذاشته میشه، که من فکر میکنم حالا با همون اندک مطالعه که تونستم بکنم بیشتر میتونیم بگیم از بعد از دوران مشروطه است. یعنی از بعد از دوران مشروطه که اندیشه تجددخواهی در ایران مطرح میشه خیلی روشن، حالا چقدر بهش میرسیم یا نمیرسیم یه بحث دیگری است، ولی حداقل توسط یک لایه‌ای از جامعه اندیشه تجدد وقتی وارد میشه، ما میدونیم یک عنصر مهم اندیشه تجدد فردیت انسانی است. وقتی فرد انسانی که دارای حقه وارد بحث جامعه میشه و وارد فرهنگ میشه و وارد ادبیات و وارد شعر فارسی میشه، چون شعر فارسی رساترین زبان فرهنگ جامعه ما بوده همیشه، موسیقی خیلی ممنوع بوده، نقاشی خیلی ممنوع بوده، رقص نبوده، شعر فارسی بار خیلی ها رو بر دوش خودش کشیده همیشه تا همین الان هم. من میگم شعر مادر خانواده هنره، واقعا اینطوره. برای من که خب حتما چون بیشترین وظیفه رو داره برای من، ولی خب واقعا موافقم باهاتون. بعد ما میبینیم که همین مرغ سحر که قرار بوده یک عاشقی باشه و یک پرنده ظریف و زیبایی است، یک دفعه در شعر ده خدا وارد میشه در دوران مشروطه، وقتی که ده خدا اون مسمت طولانی زیباش رو در سوی جهانگیرخان سور اسرافیل مینویسه، که میدونیم جهانگیرخان سور اسرافیل یک روزنامه نگار بوده. باز چقدر خوشحالم که صحبت رو برمیگرده به مقدمه شما، که روزنامه سور اسرافیل رو منتشر میکرده و این به دستور محمد علی شاه دستگیر میشه، خیلی بد شکنجه میشه و جلوی چشم پادشاه کشته میشه و
ده خدا در رسای او این شعر زیبا رو می نویسه که ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری و از نفخه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری و ادامه پیدا میکنه تا میرسه به این که چون گشت زنو زمان آباد ای کودک دوره طلایی یادار ز شمع مرده یادار. یعنی به اون مرغ سحری که بهش میگفتن ساکت باش انقدر عاشق بیتابی نباش، میان بر شانه های او این بار رو میذارن که تو مسئولی، زمانی که تونستی حرفتو بزنی یادت باشه که بر سر آزادی و آزادی خواهان چه آمد. و من فکر میکنم این برداشت شخص منه، چرا مسئولی؟ چون هنر وظیفش آگاهی دادنه. به نظر من وظیفش این نیست راه حل پیدا کنه، وظیفش اینه که آگاهی بده، چشم جامعه رو باز کنه که یک روزنامه نگار رو برای اینکه آزادی خواه بود و حرفش رو اونجور که فکر میکرد معتقد بود درسته مینوشت، کشتن. تو اینو به آیندگان بگو که بتونن جامعهشون رو چگونه بسازن. ببین، بحث این حرکت شعر و حرکت نوروز و بهار برای این هستش که به باور من زیاد شعر بلد نیستم، خیلی راحت بهتون بگم، شایدم این بلد نبودن شعر رو سیاست از من گرفته. یعنی در این قطار خالی سیاست که وقتی سوار میشی همه چی هست و هیچ چیز نیست، شما چمدانهاتون رو بیرون میگذارید تا بتونید وارد عالم سیاست بشین. یکی از چمدانهایی که انسان به راحتی کنار از دست میده توان احاطه خودش بر شعر و گستری ادب هست. و خیلی من همیشه به همه دوستان پیشنهاد میکنم که هر روز روز خودشون رو تازه کنن با ادب و شعر ایران، برای اینکه روز درست است که ما روزنامه نگاری میکنیم و کار سیاسی، شعر تلخ تا بخونن، شعری که نیشتر میزنه بر قلب و روح انسان و میگاره آزادی رو از شما میگیرن، واقعیت رو جلوی چشم ما میگیرن، ولی شعر کمک میکنه که شما باز در بشین. این که شما به موضوع این اشاره میکنین و مسئله شعر در نوروز و بهار میخوایم بریم، به باور من این است که ما همه یک دوران انتظار داریم. در زایمان مادر 9 ماه انتظار میکشه تا فرزندش رو به دنیا بیاره. انتظار در موجودات متفاوت فرق میکنه، برای همین است که دوران انتظار برای موجودات شکلای زمانی متفاوت داره. شما، من نباید اینو بگم، شما دکتری نباید اینو بگم، ولی شما بیشتر از من میدونی. ولی این مهم این است که دوران استقامت و زایش رو همراه با هم میکنه و ما همواره برای فصل که نگاه میکنیم تحمل 1 سالمون برای هر چیزی زایشش در بهاره. برای همین هم است که در شعر سیاسی اجتماعی ما نوروز میاد اون جایی رو برای خودش میگیره که قرار است که جهان رو شکوفه باران کنه، قرار است که باغ رو پر از گل بکنه، قرار است که بوی خوش بهاری بیاد و قرار است که زندان و قل و زنجیر و ممنوعیت و این مسائل نباشه. و اینجاست که شعر اون جایگاه ویژه خودش رو، افزون بر این که چقدر عاشقانه است، افزون بر این که در ستایش زیبایی های طبیعت، افزون بر این که ضرب آهنگ زیبایی برای موسیقی داره، پیام خودش رو داره. بفهم، در خدمت شما. حتما ادامه میدم، خیلی ممنون. من میخوام یه ذره با شما یک مخالفت کوچکی هم با اجازتون بکنم و اون این که حداقل در دوران ما، یعنی به نظر من بعد از دوران مشروطه، حقیقتا شما مجبور نیستید شعر و فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی رو اینقدر از هم جدا ببینید، نه شخص شما، همه ما منظورمه. من کاملا اینو متوجه هستم که ما هیچ کدوممون نمیتونیم همه کار بکنیم، چون وقتمون محدوده، انرژیمون محدوده، توانایی هامون محدوده و آدم نمیتونه فکر کنه که من هم برم یک مثلا در حد یک استاد ادبیات فارسی ادبیات بدونم، هم در حد یک کوشنده یک خط جلوی مسائل اجتماعی و سیاسی تلاش کنم. فرصتش نمیشه و هیچ کدوم از این کارها رو نمیشه خوب انجام داد. اینو من کاملا میفهمم. ولی شعر فارسی
میتونه کمک کنه به رساندن صدای آزادی خواهی، صدای هر هدفی که ما داریم، هر نظام ارزشی که داریم. و اینطور نیست که شعر فقط برای وصف زیبایی دست کم در روزگار ما. شعر امروز ما آینه است از واقعیت جامعه ما و به نظر من آینه است که اتفاقاً کوشندگان اجتماعی و سیاسی خیلی خوبه اگر درش نگاه کنه. خب منم با شما موافقم، من منظورم همین بود. میخوام بگم که اگر در روزگاری شعر برای این رقم زد که ستایشگر زیبایی باشه و از لطافت و ترنم سخن بگه و بلبل رو فقط صداش رو بشنوه، امروز میبینیم که این فاصله میگیره. حتی در شما اشاره فرمودید به شعر سعدی، بله، شعر حافظ، آره، اینها همه داشتن، ولی امروز میخوام بگم اوریانتر از هر زمان دیگری شعر و مبارزه اجتماعی در یک لباس هستن، آمیختن اصلا با هم، با هم آمیختن. و شاید شعر به دلیل ویژگی هایی که داره، حتی وقتی یک واقعیت ناخوشایند رو بیان میکنه، به دلیل ویژگی هایی که داره، توجهی که به کلمه داره، توجهی که به معنا داره، و به نظر من حتی یک مقدار تلطیف میکنه تلاش ما رو. ما امروز داریم با یک، حداقل اینطور بگم، با یک فلسفه ای مبارزه میکنیم که اون فلسفه درش جهل هست، ناآگاهی هست و خشونت هست. پس ما اگر بتونیم آگاه کنیم و اگر بتونیم بدون خشونت پیش بریم، پیشا پیش در حال مبارزه رو بردیم. یعنی ما وقتی میخواییم با اینها مبارزه کنیم، اگر مبارزمون روش درستی انتخاب کنه، به نظر من پیشا پیش ما برنده ایم. ما نمیخواییم مثل یک خشونت با خشونت مبارزه کنیم، چون فایده ای نداره. درسته؟ خب خانم دکتر، من یه پرسش دارم پیش از اینکه باز ادامه بدیم و به امروز برسیم. بیشتر میخوام در امروز باشیم تا در گذشته. ولی سنت ما، آیین‌های ما، همواره شاعران ما بر این گذرا بودن عمر نوروز دقیقا اشاره کردن. مثل این گلی که هر کار تلاش بکنیم به هر حال بعد چند روز این برگ برگ خواهد ریخت. مثل همون پروانه‌ای که نهایت دوران زندگیش رو به 30 روز و شاید کمتر نماد کردن و نشان می‌کردن. این رو در شعر شما می‌بینید. این چگونه است که در شعر امروز ممکن است باشد یا نباشد؟ درست، این خیلی خیلی سوال خوبیه. من اتفاقا تو فکرم بود به این موضوع هم بپردازیم. در ادبیات کلاسیک ما خیلی سریع از اینجا رد میشیم، چون شما بیشتر دوست دارید راجع به امروز صحبت کنیم. در ادبیات کلاسیک ما به نظر من یکی همون شادمانی و فرخندگی نوروز و بهار به عنوان یک جشن با شکوهی که به تمام دلایلی که شما گفتید، یعنی نو شدن رو در دل خودش داره، امید رو در خودش داره، رویدن رو داره، شکوفا شدن رو داره، نشاط و شادمانی رو داره، تمام واقعیت‌هایی یا تمام آرزوهایی که در اون دوره ایرانیان براشون آرزوهای دست بالاتر بوده، الان هم هست، ولی الان ما یه مقداری دشواری‌هایی داریم برای رسیدن به اون. و یکی اینه، و یکی دقیقا همین که شما توضیح دادید، این گذرا بودن عمر و اینکه اگر ما الان شما و من بر سر این سفره به این زیبایی نشستیم، ارزش این زیبایی رو، ارزش نوروزی رو که رسیده، ارزش با هم بودنمون رو، ارزش این صحبتی رو که میکنیم، ارزش فضای آزادی رو که ببخشید شما و من داریم که الان این حرفا رو بزنیم، همین الان بدونیم، الان به معنای همین دقیقه اکنون، چون این میگذره و تمام میشه. ما یک اصطلاحی داریم در ادبیات کلاسیکمون که بینندگان شما حتما باش آشنا هستن، میره نوروزی. بله، میره نوروزی به طور خیلی ساده داستانش این بوده که در این ایام نوروز یک فردی رو از مثلا یک روستا یا حالا هر جا که بوده، یک فرد معمولی رو انتخاب میکردن به عنوان امیر یا حاکم برای مثلا 5 روز، برای چند روز، یک روز، هر چقدر که میم، و او واقعا این اختیارات رو داشته که هر کاری که حاکم واقعی اجازه داشته انجام بده او تصمیم بگیره و تصمیمش اجرا شه. منتها بعد از اینکه بعد از اون چند روز تمام میشده، دوباره تصمیم ها رو حاکم میگرفته. ولی تو اون روزهای کوتاه، مثلا اگر بگیم 2 روز بوده، در اون 2 روز او اجازه داشته اگه شما هرچی ازش میخواستید و او موافق بوده، شما میتونستید انجام بدید، او حکم میکرد. خب این رو به شکل نمادین در شعر فارسی خیلی ازش استفاده کردن که ببین فرصت همینه. یعنی تو مثل اون میره نوروزی وقتی میاد، 2 روز وقت داری هر کاری که میخوای بکنی، پس ازش استفاده کن. اون چیزی که خیام بهش میگه، این دم رو ما غنیمت بدونیم.
ولی جدای از این مسئله، بله، در ادبیات کلاسیک ما من با شما موافقم که خیلی بیشتر به زیبایی و لطافت پرداخته می شده. در زندگی امروز ما مسائلی آمده که ما بیشتر به اونها می پردازیم و خیلی با کمال افتخار اونها رو به شعر راه می دیم، چون شعر باید متعلق به روزگار خودش باشه دیگه. حالا اگر شما اجازه بدید من یک شعری از عطار آماده کردم که هر دوی این ویژگی ها رو، یعنی شادابی نوروز رو و گذرا بودن رو و دعوتی رو که شاعر داره به بهره بردن از همین دقیقه اکنون در خودش داره، من با اجازتون این رو میخونم. جهان از باد نوروزی جوان شد، زهی زیبا که این ساعت جهان شد. تو گویی آب خضر و آب کوثر ز هر سوی چمن جویی روان شد. کجایی ساقیا درده شرابی که عمرم رفت و دل خون گشت و جان شد. قفس بشکن که از این دام گلوگیر اگر خواهی شدن اکنون توان شد. چه می جویی؟ به نقد وقت خوش باش. چه میگویی که این یک رفت و آن شد؟ یقین میدان که چون وقت اندر آید تو را هم می بباید از میان شد. بسیار عالی و با بیان شیوای شما بسیار عالی. من میخواستم از شما خواهش کنم برای اینکه بخوایم به امروز پیوند بگیریم، پیش از اینکه دوباره برویم و بازگردیم به گذشته، شما، من دیدم هنگامی که تشریف آوردین کتاب حافظ در دستتون. بله، من حافظ از سر سفره هفت سینم برداشتم. این حافظ هم از اون کارهای مثل همون حرفی که من میگم نوروز شراب کهنه است و هر سال در جام نو میریزن تا نگرش دارن تا سال آینده، حافظ هم همینطوره. درسته که با نوروز ما از پیدایشش فاصلش خیلی زیاده است و من برای این میگم که همواره پرسش میشه، جوانای ما میپرسن که خب این حافظ از کی هست که شما میگین نوروز این همه ساله، ولی این که وقتی ما نگاه میکنیم در تاریخ اینقدر سال نیست. خب ولی نوروز در شعر حافظ به نظر میرسه که همیشه بوده. و حافظ به نظر میشه که خودش همیشه بوده. شما حتما میدونید که دکتر داریوش شایگان یک کتابی دارن، پنج اقلیم حضور، و به پنج شاعر میپردازن از جمله حافظ طبیعتاً، که اینها زمان ندارن برای ما ایرانیان، اینها همیشه هستن. و بعضی وقتا آدم شعر حافظ رو میخونه اصلا زبان حال منه، یعنی اینها طوری زندگی کردن، دریافتی از ذات جهان به نظر من داشتن، از اون روان انسان داشتن، که این همیشه معنی داره. یعنی ما هنوز امکان نداره سر سفره هفت سین غزل حافظ نخونیم. من چند روز پیش یک تلویزیون انگلیسی زبان با من گفتگو میکرد و در مورد شرایط سیاسی آمریکا داشت پرسش می‌کرد در مورد در هنگامه نوروز. خیلی راحت، من نمی‌خوام وارد اون مسئله بشیم ولی چون اشاره است ایرادی نداره، در مورد اینکه ایرانی‌ها راه نمی‌دن دیگه به آمریکا. در مورد این ماجرا من شعر حافظ رو براش در پایان گفتم و گفتم که آره، این داستان هست که ما باور داریم که چنان نخواهد و چنین نیز نخواهد ماند. این چنان نماند و چنین نخواهد ماندش هم خیلی برای ما معنا داره. گفتش که واقعا به این باور داری؟ گفتم زمان نشون داده که همیشه این باور میشه. در خدمت شما هستم که شعر از حافظ بخونم. فال حافظ سفره شما رو میگیرم. درود من بر شما. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزی. ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست، مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی. طریق کام بخشی چیست؟ ترک کام خود کردن. کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست
حکم میر نوروزی. یه بار دیگه شما تکرار فرمودید داستان این گذر آفتاب آمد دلیل آفتاب. خب حافظم به ما کمک کرد. بله این درسته که فرمودین و اجازه بدین که برای اینکه یه پیوندی داشته باشه به امروز. بله. امروزی که حالا خیلی هم امروز امروز نیست ولی خب همیشه تا 150 سال امروزه مثلا. بله و خب ما یک مقداری از دوران مشروطه که باز به طرف جلوتر میایم و این فردیت و این حق خواهی، یعنی انسانی که میشناسه حق داره به خودش اجازه میده که معترض باشه. من میگم من حقی دارم و میتونم معترض باشم برای اینکه اون از من میگیرن و از جمله آزادی رو. و این کم کم به همطور که به جلو میایم چون از یک قشر خاصی میاد بیرون این آگاهی، یعنی به کوشش همون قشر خاص، به کوشش روزنامه ها، به کوشش خیلی کارهای دیگری که انجام میشه، صدای ارجمند استاد شجریان، این آگاهی وارد گستره اجتماع میشه. و همینطور که در این قطعه که شما نمایش دادی چقدر زیبا از زبان همه کس، از زبان بچه کوچیک، از زبان اون آقایی که داره ماشینش رو درست میکنه، اون پزشکی که پشت میکروسکوپ نشسته، از زبان همه اینها میشنویم که اینها جایگاه خودشون رو میدونن و حق انسانی خودشون رو میخوان و آزادی میخوان. در نتیجه میبینیم که نوروز و تمام حالا شادی ها و غم هاش، سادگی ها و دشواری هاش، یعنی که کلیت زندگی همینطوره، آمیزه از همه این هاست، وارد زندگی روزانه آدم ها میشه و دیگه فقط اون جشن فرخنده‌ای که فقط بلبل اون رو میشناسه یا میره نوروزی میدونه یا حتی مرغ سحری که ده خدا فقط میتونه اونطور تصویرش کنه نیست، میاد وارد زندگی روزانه شما و من میشه. من یک شعری پیدا کردم از یک خانم جوانی، یک شعر فوق‌العاده ساده است ولی فوق‌العاده بیانگر نکته‌ای که مورد نظر منه. کوتاه هم هست، من با اجازه شما میخونم. بفرمایید. چون ما همش فکر نمی‌کنم کارگردان فنی برنامه به ما نشون بدن که چند لحظه دیگر از برنامه داریم. من سپاسگزارم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. شعر کوتاهی است. خانم سپیده رحیمی در ایران نوشتن. عید نوروز میرسد از راه، شادی از روی خانه میبارد. پدرم با چه دقتی دارد بوته‌های بنفشه می‌کارد. مادر مهربان من از صبح شست و شو کرده هر چه را بوده، پرده را شسته، شیشه را شسته، نیست در خانه ذره ای دوده. تازه وقت غروب هم مادر خسته اما برای شادی ما می نشیند لباس می دوزد تا بپوشیم روز عید آن را. ببینید تمام تصاویر روزانه‌ای که در نوروز اتفاق میفته وارد شعر فارسی شده. دیگه فقط اون جشن با شکوه جمشید و اینها نیست نوروز در شعر امروز ما، مثل همه اتفاقای دیگه در شعر امروز ما. حالا تازه یه بخشی هم هست که احتمالاً فرصت نیست من در حد یک جمله فقط بگم. یک بخشی هم هست که نوروز در شعری که بیرون از مرز ایران نوشته شده حالا چطور جای گرفته. که در اون شعر نوروز شده اون پلی که ما رو، که حالا به هر دلیلی ما خیلی علاقه داریم همیشه جدا کنیم یک عده‌ای رو از یک عده دیگر، ما رو که جدا شدیم به عنوان ایرانیان برون از مرز، پیوند میده به درون. یعنی تنها زمانی است که ما دیگه ایرانیان متفاوتی با ایرانیان داخل کشور نیستیم. بخونین شعر رو. من یک شعر میخونم از دکتر شفیعی کتکنی که خیلی این شعر رو دوست دارم و نشون دهنده اینه که ما واقعا وطنمون با ما هست در اینجا هم. دکتر شفیع کتکنی گفته در روزهای آخر اسفند کوچ بنفشه های مهاجر زیباست. در نیم روز روشن اسفند وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد در اطلس و شمیم بهاران با خاک و ریشه میهن سیارشان در جعبه های کوچک چوبی در گوشه خیابان می آورند، جوی هزار زمزمه در من می جوشد. ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز می توانست همراه خیشتن ببرد هر کجا که خواست، در روشنای باران، در آفتاب پاک. بسیار زیباست. آرزو بکنیم که ایشون هم همیشه سلامت باشن. درود بر دکتر شفیع کتکنی، هم نوروزتون خجسته باشه. ایشون هم از کسانی هستند که دوران جوانی ما، شما که همیشه جوانی، دوران جوانی من
بسیار پیوند با شعر ایشون داره. به کجا چنین شتابان؟ این داستان کوچ و مهاجرت و انسانی که کوچ میکنه، انسانی که در سرزمینش نیست، در شعر ایشون یک مثل یک اون ستون پایدار به شما میگه که به کدامی سو داریم میرین و چه خواهد شد و چه خواهد. ولی همچنان دید. تعلق دارید به یک خاکی، چون حتی همون گون هم از نسیم میخواد که یک پیامی رو برسونه که متعلق به اون خاکه. بیاییم برای همه مردم ایران آرزو بکنیم که اگر میشود آرزو برآورده بشود، آرزوی من آخرینی باشد که برآورده شود. بهترین کار این است که برای هر کسی آرزو کنیم که آرزوی اون نخستین آرزویی باشد که برآورده شود. آرزوی انسان‌ها، آرزوی کودکان، آرزوی مادران، آرزوی کسانی که در بند و در زندان‌ها هستند که به این سوی دیوار زندان، و اونهایی که در خانه هستند، همراهانشون، عزیزانشون از زندان‌ها بازگردند. برای نرگس محمدی‌ها، برای آتنا فرقدانی‌ها، برای همه این یاران که اگه بخوام نام ببرم شاید یک 60 دقیقه نام باید ببریم، در سال گذشته 2217 نفر در ایران دستگیر شدن. 2217 نفر. آرزو کنیم که همه آزاد شوند. آرزو کنیم که انسان در بند هرگز نباشد. از حضورتون سپاسگزارم. براتون بهترین آرزو. من هم به همچنین برای شما. من اگر یک دقیقه وقت داشته باشم، گفتیم زنده باد آزادی، زنده باد آگاهی، زنده باد زندگی، و دستهایمان را در نور کاشتیم. گیسوانمان را پوشاندند، دستهایمان را بستند، گلویمان را سوراخ کردند و تفنگهایشان که دستهایشان بود آرامش آب را شکست. بهار شد. ما زنده ماندیم و سبز شدیم. آنها برای تفنگ‌هایشان سیاه پوشیدند. خب بینندگان گرامی، این بخش از برنامه ما به پایان میره. برنامه تلویزیون ادامه داره با نوروز و نوروزی‌ها، و از اینجا من نیز همراه با خانم دکتر ماندنا زندیان برای شما نوروزی فرخنده آرزو میکنیم و روز و روزگارتون خوش، با امید آزادی برای مردم ایران و صلح برای مردم جهان.